امتیازدهی یک جانبه دولت به گروه طالبان، تکرار اشتباه کرزی از سوی اشرف غنی. به نام خداوند بخشاینده و مهربان، باز هم خوش آمدید به یکی دیگر از ویدیوهای کانال دیلی پرس. تقاضا می نماییم که تا آخر این ویدیو با ما همراه بوده و کانال ما را سابسکرایب نمایید تا از ویدیوهای جدید و روزانه ما با خبر شوید. امتیازدهی یک جانبه دولت و گروه طالبان، تکرار اشتباه کرزی از سوی غنی. به نقل از روزنامه صبح کابل، گروه طالبان در اقدام بی پیشینه همه را شوک زده کرده و سه روز عید را آتش بس اعلام کرد. طالبان مدعی شدند که برای خرسندی مردم این کار را کردند، اما در حقیقت این گروه برای بازآفرینی نیروی جنگی و برنامه ریزی روی حمله های بعدی خود بر پاسگاه های امنیتی سه روز عید را از دولت افغانستان زمان خریدند. نویسنده مجیب ارجن. از شروع تلاش ها برای صلح میان دولت و گروه طالبان، از دوم حوت سال گذشته به این سو، سه روز عید رمضان رضایت بخشترین روزها برای دو طرف به ویژه دولت افغانستان بوده است. گروه طالبان در اقدام بی پیشینه همه را شوک زده کرده و سه روز عید را آتش بس اعلام کرد. طالبان مدعی شدند که برای خرسندی مردم این کار را کردند، اما در حقیقت این گروه برای بازآفرینی نیروی جنگی و برنامه ریزی روی حمله های بعدی خود بر پاسگاه های امنیتی سه روز عید را از دولت افغانستان زمان خریدند. طالبان با این ترفند در ظاهر برای شروع گفتگوهای میان افغانی حسن نیت نشان داده و از سوی هم توانستند از دولت افغانستان امتیاز رهایی زندانیان خود را به دست بیاورند. پس از اعلام آتش بس سه روزه طالبان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز در روز نخست عید برای نیروهای امنیتی دستور آتش بس داده و به گروه طالبان رهایی 2000 زندانی آنان را وعده داد. غنی دلیل این حاتم بخشی را نشان دادن حسن نیت به آتش بس سه روزه طالبان عنوان کرد. در حالی که در روزهای عید 1000 زندانی طالب از زندانهای افغانستان آزاد شدند. بخش دیگر این گروه مصروف طرح‌ریزی حمله بر پاسگاه های امنیتی افغانستان بودند. این گروه پنجشنبه شب 8 جوزا در ولسوالی دند پتان پکتیا بر یک پوسته امنیتی حمله می کند. 14 سرباز ارتش را کشته و یک تنشان را با خود به اسارت می برند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان با شعار پیروزی این رویداد را در صفحه توییترش می نویسد. اما فردای آن روز جمعه 9 جوزا فیصل جاوید سخنگوی دفتر شورای امنیت ملی در واکنش به این حمله دوام آتش بس یک جانبه با این گروه را اعلام می کند. در همین حال پس از چاشت این روز 9 جوزا دولت افغانستان 17 زندانی دیگر گروه طالبان را در کندوز آزاد می نماید. از شروع روند رهایی زندانیان گروه طالبان و زندانیان دولتی تا حالا گروه طالبان به دلیل سیاست های انفعالی دولت افغانستان پیوسته در جایگاه برنده قرار گرفته است. این گروه تا حالا توانسته است 2000 زندانی خود را از زندانهای افغانستان آزاد کند، اما در عوض تنها 250 زندانی دولت افغانستان را آزاد کرده است که این دو رقم با هیچ منطقی قابل مقایسه نمی باشد. آنچه در رابطه با صلح با طالبان بیشتر از هر چیز نگران کننده است، همسویی های اخیر غنی با این گروه است. با اینکه این روزها گروه طالبان از کشتن سربازان و مردم افغانستان دریغ نمی کنند، دولت افغانستان زندانیان این گروه را رها کرده و آتش بس را یک جانبه دوام می دهد. این انفعال سیاسی دولت افغانستان در برابر گروه طالبان باعث می شود که این گروه با رهایی زندانیان خود بیشتر از پیش قدرتمند شده و پس از رهایی کامل آنان حمله های تهاجمیشان را بر ارتش افغانستان افزایش دهد. دولت افغانستان باید بداند که صلح با تضرع به دست نمی آید. دوام آتش بس یک جانبه و رهایی زندانیان طالب
آسیب پذیری نیروهای امنیتی افغانستان را در روزهای پیش رو پیشتر کرده و سوی هم انگیزه این نیروها را برای مبارزه با جنگجویان طالب نیز ضعیف می کند. از سوی دیگر این نوع تعامل با طالبان می تواند آسیب های جبران ناپذیر را به دولت و مردم افغانستان وارد کند. کرزای با پیش گرفتن سیاست تضرع در برابر طالبان در دو دوره ریاست جمهوریش باعث شد که این گروه امروز به بزرگترین غده سرطانی کشور و مهمترین مشکل سیاسی نظامی دولت بدل شود. سیاست تضرع کرزای در برابر طالبان این گروه را از سوراخ‌هایشان در پشتونستان و صوبه سرحد پاکستان و کوهستان‌های هم مرز با این کشور در افغانستان و پشت میز معامله با ایالات متحده آمریکا در قطر رساند. بدون شک حالا هم این رویکرد غنی در برابر طالبان ناشی از مشوره‌های اشتباه کرزای است، اما این رویکرد گروه طالبان را به قدرت مخربتر از امروز بدل کرده و میراث آن به حکومت پس از غنی نیز انتقال خواهد یافت. برای رسیدن به صلح بیشتر از هر چیز به باورمندی طرف‌های درگیر به صلح و پس از آن به اعتماد دو سویه نیاز است، اما چنین فضای در تلاش‌ها و کنش‌های دولت افغانستان و گروه طالبان برای صلح دیده نمی‌شود. از سوی هم از شروع روند رهایی زندانیان تا حالا هر دو طرف با بی‌اعتمادی به هم این روند را ادامه داده و بارها از آنها پا پس کشیده و دوباره از همان نقطه ادامه دادند. اگر پیش از امضای توافقنامه صلح آمریکا و طالبان کم از کم پیش زمینه های سیاسی برای صلح با گروه طالبان به وجود می آمد، بدون شک حالا برای رسیدن به صلح پیشرفت های بیشتری داشتیم. اگر دولت افغانستان و گروه طالبان به صلح باورمند بوده و به یک دیگر اعتماد داشتن، نیاز به رهایی مرحله وار زندانیان نبود. زندانیان هر دو طرف یک بار رها شده و گفتگوهای صلح از سر گرفته می شد. نبود اراده صلح خواهی در دولت افغانستان و گروه طالبان باعث شده است که زندانیان دو طرف پس از آزادی نیز در برابر هم بجنگد که در چنین فضای رسیدن به صلح ناممکن به نظر می رسد. گاه بدون شک برای رسیدن به صلح به جنگ نیاز است. افغانستان زمانی می تواند در صلح زندگی کند که دولت اراده مبارزه با گروه طالبان و گروه های تروریستی همسان آن را داشته و برای نابودی کامل آنها از هیچ گونه تلاش خودداری نکند. صلح همیشه در دستان قدرتمند است. در حال حاضر کشوری از صلح برخوردار است که توانایی مبارزه و نابودی مخالفان نظامی خود را دارد. در حالت خیلی خوشبینانه افغانستان اگر بتواند با گروه طالبان به صلح برسد، بدون شک استخبارات پاکستان، منطقه و جهان به دنبال ایجاد گروه های تروریستی دیگری خواهند بود تا بر ضد منافع افغانستان بجنگند. برای رسیدن به صلح هیچ راه جز قدرتمند سازی همه جانبه برای نابودی گروه های تروریستی و مخالفان مسلح نیست. در جهانی که دیگران با پشتوانه سلاح هسته‌ای و اقتصادی برای گسترش قلمرو استعماری خود می جنگد، صلح با گدویی بد است نمی آید. با تشکر که تا آخر این ویدیو با ما همراه بودید، منتظر نظریات و پیشنهادات نیک شما هستیم. تا ویدیوهای دیگر، خدا یار و نگهدارتان. وقت خوش داشته باشید. خدا یار و نگهدارتان. اوقاتتان خوش.